دوستان عزیز، در ادامه برنامه با شما هستیم و خوشبختانه که جناب استاد امان الله احمدی عالم دین با ما در برنامه باز هم حضور پیدا کردن و قرار صحبت بکنیم. دوستان عزیز، مرتبط به تعبیر خواب که قبل از همه سلام و صبحشان بخیر. جناب استاد سلام، صبح شما بخیر، خیلی به برنامه خوش آمدید. شکر، زنده باشیم. من هم خدمت شما و خدمت همه بینندگان عزیز عرض ادب و احترام دارم با لفظ السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سلامت باشین. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. جناب استاد، میشه که در نخست از خواب یادآور شوین، یک تعریف از خواب داشته باشین و همچنان بگوین که حقیقت خواب چه هست؟ بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله و الصلاة والسلام على رسول الله و على آله و اصحابه و من والاه. و بعد، خواب که در زبان عربی رؤیا میگن و حلم یا احلام که گفته شده، اصلا خود رؤیت دیدن میگه، اما رؤیا دیدن در خواب میگه. فرق بین رؤیا و رؤیا، رؤیتن دیدن و رؤیا آنچه انسان در خواب میبینه ایره رؤیا میگن. و حقیقت از ایره پرسیدین، علما مختلف نظریات دارن، اگرچه علمای غیر مسلمین اونا نظریات خود دارن، علمای روانشناسی تعریف خاص خود دارن، اما از نظر اسلام، از نظر علمای اسلام، چون روح با بدن ارتباط داره در عالم رؤیام، در عالم خواب، به این خاطر یکی از علما تعریف میکنن که در حقیقت خواب چی است؟ روح کاملا از بدن خارج نمیشه، اصل روح در بدن است، اما مثل که آفتاب در آسمان از شعاعش در زمین میتابه، به می شکل در خوابم اصل روح در جسد است، اما مثل که شعاعی آفتاب به زمین میتابه، همین قسم روح هم سیر میکنه. و یکی از علمای دیگه اونا میگن که خواب عبارت است چیزهایی که ملک رؤیا، چون شما میفهمین به هر چیز یک ملک، یک فرشته معذف است. فالمدبرات امرا در قرآن کریمه، تدبیر کنندگان امور، این ملک رؤیا برای شخص آنچه در آینده قرار است واقع شوه ایره تمثیل میکنه. اینا این مهارت معبر است که آیا میتونه اونم رمز پیدا کنه و یا خیر. دیگه به این خاطر با شما شاید درباره خود تعبیرم، شروط تعبیرم برنامه های داشته باشیم که آیا هر کس میتونه نمیتونه. دیگه به هر صورتش ارتباط روح با جسد گفتیم، علما میگن پنج ارتباط داره روح با جسد. یکی که در بطن مادر روح با بدن ارتباط داره، بعد از اینکه انسان به دنیا میاد باز ارتباط دومش هست تا ای که میمیره. سوم ارتباط روح با بدن همی در عالم رؤیا، در عالم خواب است. چهارم ارتباط روح با بدن در عالم برزخ است. پنجم ارتباط روح با بدن در عالم آخرت است. این هر کدام از این شرح داره فکر میکنم برنامه ما شما شاید گنجایشی موضوعات نداشته باشه. خب به خاطر بحث کردیم که خود در عالم خوابم، یعنی این موت صغرا میگن، بدون شک که یک نوع مرگ است. بله. چرا وقتی ما شما از خواب میخیزیم الحمدلله الذی احیانا بعد ما اماتنا، سلام و صفت ذاتی که ما را زنده کرد بعد از اینکه ما را میراند، و خوابم که میکنیم بسمک اللهم اموت و احیا. دعاهای زیادی است که تو دعا میکنیم که این دعا را شاید دوستا بخوانند که بسمک ربی وضعت جنبی و بک ارفعه، این امسکت نفسی فاغفر لها و این ارسلتها فاحفظها بما تحفظ به بعدک الصالحین. در ترجمه می دعا، مگر دوستا بفهمند ترجمه را دقت کنند، که قسمتش میگه که اگر روح مرا قبض کردی پس ببخش به آن. معلوم میشه خود خواب مرگ است. بله. و نزد ابن سیرین هم گپ آخرم ببخشین که ابن سیرین رحمه الله نزدش کسی می پرسان میگن که هشام کجاست، میگه مذاق میکنم روش میگه هو توفی البارحه، دیشب وفات کرد. این نفر خیران میمانه که خود جور تیار بود چیسو وفات کرد. باز برش میگه که آیا قرآن نمیگه که الله یتوفى الانفس حین موتها؟ این خود مرگ، خود خواب در حقیقت یک مرگ است. مرگ صغرایی را میگن، ولیکن اما حقیقتش که پیشتر گفتیم روح به طور کلی خارج نمیشه، ولی یک نوع خروج وجود داره. بله جناب استاد، انواع خواب میشه اشاره داشته باشین که خواب به چند نوع هست؟
خواب از نظر حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم سه قسم است: خواب رحمانی، خواب شیطانی و خواب نفسانی. تعدادی از دوستای ما هستن متاسفانه چون این حدیث نشنیدن، میگن خواب یک انعکاسات است، خب خواب نفسانی رتنا. بعضی دوستایی که روانشناسی خواندن، من از بعضی روانشناسا شنیدم میفتن که این خواب خوب ببینی خراب ببینی هیچ تاثیر نداره، حالان که حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم است که خواب سه قسم است: رؤیا من الله که رحمانی میگه، رؤیا تحزین من شیطان آمده در حدیث که اندوه است از طرف شیطانی، خواب شیطانی است. هر کدام از این باز علائم داره. ما شما می خواهیم که یک برنامه دیگه مستقل بگیرین که علائم از اینا رو بگیم، تفصیلات از اینا رو. حالا خود یک به طور کلی یک برنامه گرفتیم که دوستا اطلاع پیدا کنن درباره خواب. باز خواب سیوم چی است که در حدیث میگه که مما یحدث الرجل فی الیقظه فیراها فی المنام، آنچه که شخص در بیداری صحبت میکنه یا انجام میده و شبیره در خواب میبینه، اینا میره خواب نفسانی میگن. اینا خواب رحمانی از خود آداب خود داره، شیطانی از خود آدابی را داره که انسان خواب شیطانی میبینه چیکار کنه. کیرم اگه اجازه تون باشه به دوستان مختصر بگیم، کسی آفر. که خواب رحمانی را میبینه در حدیث میگه که حمد الله را باید شکر کنه. اذا را احدكم الرؤيا يحبها، وقتی خواب میبینه دوست داره او را، فلیحمد الله علیه، حمد الله را بگه و این را حکایت کنه، صحبت کنه. او را به کی؟ به عالم و ناصح، به هر کس حکایت نکنه. و برعکس اگر خواب شیطانی را میبینه در حدیث میگه اذا را احدكم الرؤيا يكرهها، وقتی خواب میبینه کورا خوش نداره، خواب بد است، فلیبسق عن یساره ثلاثا، باید از سمت چپ خود سه بار تف بیندازه، ولیستعذ بالله من الشیطان ثلاثا، سه بار به الله پناه ببره از شر شیطان. این را میگن خواب شیطانی که برای هیچ کسی انسان دیگه قصه نکنه. بله. و خواب سیومی که نفسانی است که قصه کنه نکنه باز مشکل نیست. بله جناب استاد، در مورد علم تعبیر خواب اشاره داشته باشین، خیلی کوتاه بگوین، بعدن بگوین که علم تعبیر خواب آیا اکتسابی هست و یا هم فطری؟ وقت برنامه ما محدود هست. بله، چون وقت کم از دیگر روایات ما زیاد داریم، ما چند روایات مختصر میگم. اول آیت قرآن کریم که لهم البشرا فی الحیات الدنیا و فی الاخره، یک صحابی از رسول الله صلی الله علیه وسلم میپرسه که خب بشارت آخرت، ما میفهمیم خوشخبری در آخرت، اما در این دنیا که خوشخبری چی است؟ اونا میفرمند که اولین کسی هستی که از ما درباره آیت پرسان کردی. عبارت مراد از بشارت در این آیت امو خواب نیکو است که مؤمن میبینه یا مؤمن کسی دیگه در خواب میبینه. دیگه خود رسول الله صلی الله علیه و سلم بعد از نماز صبح روی خود طرف اصحاب میکردن و میگفتن هل را منکم احد رؤیا، آیا که از شما خواب دیده که من او را تعبیر کنم؟ در حضور رسول الله صلی الله علیه و سلم ابوبکر صدیق خواب تعبیر میکنه، باز برمی اصحاب تبعدن و اخطاء تبعدن، یعنی به خواب اهتمام شده. بعضی ها فکر میکنن خواب دیدی دیگه قصه کردی نکردی، یا علم تعبیر بعضی ها هیچ نمیفهمن که از علوم شرعی است، مهم است. حتی عمر رضی الله عنه نامه نوشته میکنه به یکی از ولایات، به یکی از والی ها، در او از جمله چیزایی که توصیه میکنه که عربی را یاد بگیرین، تعلم العربی و احسنوا عبارت الرؤیا، تعبیر خواب هم یاد بگیرن. و سوال دومتان گفتین آیا اکتسابی است فطری، به می علم شکه، یعنی شما یاد بگیرین به این معنا که علم اکتسابی است. بعضی ها شاید سوال به خاطر کردین که بعضی ها فکر میگنن که علم تعبیر خاص به یوسف علیه السلام است، الان که جهل و نادانی دست است. ما ابن سیری نداریم از علمایی که در تعبیر معروف هستن و این قواعد داره. انشالله اگر برنامه دیگه داشتیم و شما مفصل در این مورد صحبت خواهیم. سلامت باشین، تشکر از اینکه به برنامه ما تشریف آوردین. پیامتون خیلی کوتاه میداشته باشیم جناب استاد. خب چون درباره خواب صحبت کردیم، اگر دوستان میخوان خوابای رحمانی ببینن و با وضو خواب کنن، از کار مسئول بخوانن، انشالله خوابای خوب میبینه و این خوابم تاثیرات خدا داره که انشالله بعدا میکنیم برنامه دیگه باز در موردش صحبت کنیم. سلامت باشین، تشکر از اینکه به برنامه ما تشریف آوردید. قربان شما. خیر باشه. خب دوستان عزیز، میان برنامه کوتاه می داشته باشیم، در ادامه با شما هستیم.